دور جدید کارزار واکسین پولیو در هرات آغاز شد. مقام های محلی هرات تاکید دارند در این دور از کارزار واکسین پولیو 282 هزار کودک در شهر و ولسوالی ناامن شیندند واکسین خواهند شد. از سوی هم مسئولان دفتر یونیسف در هرات میگویند برای آگاهی دهی به مردم در مورد اهمیت این واکسین کارزار آگاهی دهی خانه به خانه را آغاز کردند. حسین نیکخواه گزارش می‌دهد. آغاز کارزار واکسین پولیو در هرات. دور جدید واکسین فلج کودکان روز یکشنبه در هرات آغاز شد و قرار است 282 هزار کودک در شهر هرات، مناطق بیجا شدگان داخلی و ولسوالی شیندند واکسین شوند. خوشبختانه ما در حوزه غرب هیچ طفل مریض پولیوی را از 3 سال گذشته نداریم، ولی در چند ماه گذشته یک بار در فاضلاب های پایناب که ما هر ماه رو تست میکنیم یک بار دیده شد. این قطره های کوچک واکسین کودکان زیر 5 سال را از مبتلا شدن به یک بیماری خطرناک به نام پولیو یا فلج کودکان نجات میدهد. بیماری که تنها راه مقابله با آن واکسین است و وقتی کودک با آن مبتلا شود قابل درمان نیست. پروگرام ملی هست و مخالفین هم اونجا اولادای از اون وجود داره، اونا هم افغان هستند و در کشور به نام افغانستان زندگی میکنند. اولادای از اون اولادای ما هستند، فرق نمیکنه و از نظر طبابت یک معقولی است که طبابت تبعیض نمیپسندند. هرچند به گفته مسئولان ریاست صحت عامه هرات در حوزه غرب کشور 3 سال است که هیچ کودکی به این بیماری مبتلا نشده، اما دیده شدن ویروس پولیو نگرانی را در این مورد افزایش داده است. نماز جمعه گذشته برای تمام نمازگزاران توصیه داشتیم از طریق منابر، به خاطر از اینکه در روز دوشنبه 29 برج جاری کمپاین واکسین شروع میشه همه باید متوجه باشه. او دغه سید ای دی پی زیاد مهاجرین و یاد به ځای شو خلکو د پاره منګه خپل ټیمونه مشخص کړی دي چې هغه هم په کور په کور خیمه په خیمه مانځي او خلکو ته خبر ورکړي، تبلیغ کوي. با این همه مقام های محلی در ولسوالی شیندند تاکید دارند برای اجرای کارزار واکسین پولیو در این ولسوالی مشکلی وجود ندارد و کارمندان صحی می توانند کودکان را در این ولسوالی واکسین کنند. الحمدلله هیچ موانعی وجود نداره که واکسیناتورای ما بره به دروازه‌های خانه و نتونن اطفال زیر 5 سال واکسین بکنند و با 5 ولسوالی انشاءالله ما اطمینان کامل میدیم که هیچ فامیل و هیچ خانواده‌ای که اونها اطفال زیر 5 سال داره از واکسین باقی نمانده و انشاءالله واکسین شد. در سال 2018 میلادی در افغانستان 25 مورد بیماری پولیو ثبت شد. از آغاز سال 2019 میلادی نیز تا کنون دست کم 2 مورد بیماری پولیو ثبت شده. اما مقام های حکومت افغانستان دوشادوش مؤسسه های کمک رسان خارجی همچنان تلاش دارند با این بیماری مقابله کنند.